در ایران رهبران اهل سنت امروز در جریان نماز جمعه ضمن دفاع از اعتراضات مردمی بر لزوم توجه مسئولین به خواسته ها و رسیدگی به مشکلات مردم تاکید کردند. عبدالستار دوشوکی رئیس مطالعات بلوچستان در مصاحبه‌ای با بخش فارسی صدای آمریکا اظهارات مولوی عبدالحمید را نقل کرد که گفته است در 40 سال گذشته نه تنها اهل سنت بلکه همه مردم ایران مورد تبعیض قرار گرفتند. به همین دلیل ایشون اشاره کردن که زمان آن فرا رسیده که باید صدای مردم رو بشنویم و اگر مردم واقعا همان گونه که آیت الله خامنه‌ای هم گفته بود ولی نعمت ما هستند، امروز ولی نعمت‌های ما خطر کرده به خیابان‌ها اومدن، حتی به قیمت جان و آزادیشون، و دارن اعتراض میکنن به اوضاع کشور که مبتنی بر سیاست‌ها هست، مبتنی بر قوانین ناقصیه که در جمهوری اسلامی وجود داره، هم قانون اساسی و هم قوانین دیگر. به همین دلیل این ساختارهای اساسی یعنی تغییرات اساسی در جمهوری اسلامی باید اجرا بشه، یا وگرنه به گفته ایشون ولی نعمت‌های ما همچنان به اعتراضات خودشون ادامه خواهند. و بقیده من نکته بسیار مهمی رو که من هم باید اشاره کنم اینه که برخلاف بسیاری از اصلاح طلبان که مردم رو اغتشاشگر میخوندن، ایشون کاملا به مردم حق دادن که بر طبق اصل 27 قانون اساسی این حق رو دارن که اعتراضات خودشون رو به گوش مسئولین برسونن، و وظیفه مسئولین هست که حرف مردم رو بشنون و صدای مردم رو بشنون، مردم رو ببینن در خیابانها و ببینن چه خواسته هایی دارن. و این بقیده من در بین اصلاح طلبان و در بین رهبران مذهبی ایران در طی یک هفته اخیر کاملا بی سابقه است. به گفته آقای دوشوکی، مولوی خلیل احمد شیخ احمدی، امام جمعه اهل سنت باخزر در خراسان رضوی و مولانا گرگیج در آزادشهر گلستان نیز از دیگر رهبران اهل سنت بودند که در حمایت از اعتراضات مردمی صحبت کردند. و بقیده من هم در این شرایط بخصوص که علمای اهل سنت به میدان آمدن در دفاع از معترضین، میخوان این رو نشون بدن به معترضین، به بقیه مردم ایران که ما در کنار شما هستیم، و نه تنها در کنار شما هستیم بلکه از این فرصت استفاده نمی کنیم که مثلا بگیم مطالبات اهل سنت رو مطرح کنیم یا مطالبات منطقی رو، بلکه به عنوان یک ملت متحد و واحد هممون باید همصدا بشیم. و بقیده من این نکته بسیار مهمی است که علما به اون اشاره کردن که نمیخوان این مسئله رو به شیعه و سنی بکنن، بلکه به عنوان یک ملت معترض هستن که تمام قشرهای، حالا چه زنان، چه اقلیت‌های مذهبی، چه اقلیت‌های قومی و قشرهای مختلف دیگر، از بازنشسته گرفته تا مال باخته، از دانشجو گرفته تا کارمند، همشون به عنوان یک ملت در کنار یک دیگر متحد هستن و بر علیه این ظلم و ستم دارن اعتراض میکنن. و منظور ایشون هم همین این بوده که فقط بحث ما نیست، بحث تمام ملت، و اهل سنت هم بخشی از این ملت، مثل زنان، مثل مال باختگان، مثل اقوام و غیره، در این اعتراضات شریک هستند و در کنار مردم قرار دارند.